بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 61 جلسه ای بوده که به عنوان ستاد ملی کرونا تشکیل دادیم. روزهای پایانی سال هست و من لازم میدونم از همه اعضای ستاد ملی، از همه کمیته ها، از قرارگاه، از همه عزیزان ما در کادر درمان، نیروهای مسلح، سپاه، بسیج، ارتش، نیروی انتظامی و همه اونهایی که مسئولیت نظارت رو در بخش‌های مختلف بر دوش داشتند تشکر و سپاسگزاری میکنم، مخصوصا از وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که انصافاً شبانه روز پای کار بودند. خب روزایی که احساس مشکل کردند با دلسوزی به صحنه آمدند، با مردم سخن گفتند. اون جاهایی هم که روزهای خوشحالی برای مردم بوده، از پیکی عبور کردیم، شرایط ما مناسب شده یا واکسن در اختیار مردم قرار گرفته، اون هم با لبخند آمدند و برای مردم توضیح دادند. من به ویژه از ایشون تشکر میکنم. میدونم واقعا چه کار بسیار سختی در طول این حالا یک سالم که بیشتر هست، از بهمن و اواخر بهمن سال قبل تا امروز، و این زحمات باز هم سال آینده هم پیش روی ما هست. انشاءالله امیدوارم خداوند کمک کنه هرچه زودتر بتونیم عبور کنیم. همچنین از وزیر محترم کشور، مخصوصا از زمانی که مسئولیت قرارگاه رو به عهده گرفتن، خب کار بسیار سنگین و سختی هست. به طور مداوم مسئله رو دنبال کردن، یاری کردن، کمک کردن و از همه کادر درمانی که واقعا فداکاری کردن دیگه، با جانشون دیگه، با مهارتشون، با تجربهشون، با دانششون، با امکاناتشون و نشده با جان خودشون به هر حال دفاع کردن از مردم، مدافعین خالصانه و مؤمنانه و ایثارگرانه واقعا در این مقطع بسیار حساس ایستادگی کردند. همه کادر درمان، حالا ما معمولا اسم پزشک و پرستار میبریم، ولی خب مدافعین سلامت دایرهشون خیلی وسیع‌تر، همه اونها واقعا تشکر میکنیم. به روان پاک اونهایی هم که در این راه شهید شدن درود میفرستیم و اونایی هم که مدت‌های مدید دچار بیماری بودند و عافیت پیدا کردند، از اونها هم ممنون و سپاسگزاریم که رنج‌ها و سختی‌ها رو تحمل کردند در این روزهای سخت. از تولیدگران و اصناف هم ما تشکر می‌کنیم. تولید یک روز تعطیل نشد. همه روز کارخانه‌های بزرگ، عظیم، کارگاه‌های کوچک و خوب هم مراعات کردند. یعنی واقعاً پروتکل خوب مراعات کردند. تعداد مبتلا شده به بیماری در مراکز تولید ما خیلی کم بود. بعضی جا انگشت شمار بود. تعداد فوتی‌ها اونقدر کمه که واقعاً اصلاً بسیاری از مراکز تولید بزرگ اصلاً فوتی نداشتن. الحمدلله به خاطر همه دقت‌ها و مراعاتی که کردند. اصناف عزیز ما خب در فشار بودن، روزهایی رو ما تعطیل کردیم، روزهای اونا مخصوصا پارسال تو ماه اسفند، فروردین، حالا امسال الحمدلله یه مقدار فضای بهتری بود، کسب و کار رونق داشت. انشاءالله امیدواریم بعد هم این چنین باشه، ولی خب در کل سال اونا هم مشکلات فراوانی رو تحمل کردند. انصافا خوب همراهی کردن و کمک کردن و صدا و سیما هم از اون جاهایی است که از روز اول پای کار بوده. واقعا صدا و سیما به خوبی مسببات رو تبیین کردن، خطرات رو گوش زد کردن، نکاتی که برای مردم مهم بوده بازگو کردن، بیان کردن، مصاحبه کردن. خیلی کار بزرگی صدا و سیما انجام داده. مجموعه این یک سال و حالا
بیش از 13 ماه را داریم وارد ماه 14 هم میشیم، در طول این مدت شبانه روز تلاش کردند و این کار کار بسیار ارزشمندی بود. اساساً این کاری که در این یک سال و چند هفته انجام گرفته در ایران، حالا در کل دنیا هم البته خیلی مهمه، میتونه مجموعه این مدون بشه به عنوان یک نقشه راه برای آینده. خدای ناکرده اگر در سالهای آینده یه وقتی با یک اپیدمی، با یک پاندمی دو مرتبه ما مواجه شدیم، اینا رو میشه دستبندی کرد. اینا میتونه منبعی باشه برای کلاس‌های درس دانشگاهی، کارهایی که در این مدت شده و خب بعضیاش 100% موفق بوده، بعضیش بسیار موفق بوده. اینا کارهای ارزشمندی است که در طول این مدت انجام گرفته، میتونه تبدیل بشه به یک مدل برای مقابله با بیماری‌های واگیردار و اساساً بشه یک کتاب و کتاب درسی و مورد توجه برای آینده که بسیار مهمه. الحمدلله امروز ما آمار و ارقام و نمودارها رو که آقای دکتر رئیسی توضیح دادن از سراسر کشور و استانها، جز استان خوزستان که حالا حساب خاصی داره و در سختی و گرفتاری است، البته اونجا هم بعضی قسمت‌های استان انصافا خوب کار کردن و از قرمز تونستن برن به نارنجی که از اونها هم تشکر و سپاسگزاری می‌کنیم. بقیه استان‌ها شرایط نسبتاً خوب و معمولی دارن. حالا یکی دو استانی بود که نام برده شد که باید یکم مراقبت بیشتر بکنن، مثل البرز، مثل چهارمحال، مثل کهگیلویه، چند استانی بود که مراقبت بیشتری باید بکنن، اما همه استانها به الحمدلله شرایطشون شرایط خوبی است. منتها این شرایط خوب رو باید بتونیم نگه داریم. یعنی این شرایط خوب رو اگر دو هفته مراعات نکنیم، خدای ناکرده همه از دست ما میره. یه دفعه ببینید دو هفته بعد همه آمارها تغییر پیدا کرد. یعنی این خطر موج چهارم منتفی نیست. این یه وقتی است به ما میگن خطر موج چهارم دیگه نیست. خطر موج چهارم واقعا وجود داره. خب تا حالا تلاش شده، مراقبت شده، ما وارد این موج نشدیم در کشور، حالا بلان که در یه استان مواجه شدیم، ولی در کشور مواجه نشدیم، ولی هر لحظه ممکنه این خطر پیش روی ما باشه. خیلی باید مراقبت بکنیم، مخصوصا این ایام نوروز. ایام نوروز به هر حال ایام خاصی است، همه ما میدونیم دیگه، تحرک مردم بیشتر میشه، در داخل خونه هم تحرک مردم بیشتر میشه، بیرون خونه هم تحرک مردم بیشتر میشه، تو کوی برزن و بازار هم تحرک مردم بیشتر میشه، تو دید و بازدیدها و صله رحم هم تحرک مردم بیشتر میشه، در مسافرت ها هم همه جا اینه دیگه، یک تحرک عمومی. همونطوری که در درخت و گیاهان ما این حرکت رو مشاهده میکنیم، این انسان ها هم حالا در ایران با این رسومی که ما داریم و آدابی که ما داریم، یک تحرک ویژه ای رو در این ایام داریم. بنابراین به همون نسبت باید مراقبت ها بره بالا. یعنی مردم باید باز هم صدا و سیما، باز هم مسئولین به مردم بگن که عید دیدنی باز هم با ماسک عید دیدنی، عید دیدنی بدون روبوسی، عید دیدنی بدون دست دادن. این مناسک و آدابی که در این مدت یک سال تمرین کردیم، یه دفعه نگیم حالا عید شد همه رو بذاریم کنار، دو مرتبه تو یه خونه جمع شیم 20 نفر 30 نفر کنار هم بدون مراعات فاصله، بدون ماسک، خدای نکرده یه نفر آلوده باشه همه رو آلوده بکنه. این کار خیلی سریع میتونه، یعنی هنوز ما به یک نقطه اطمینان بخش و پایداری نرسیدیم. چرا؟ اگه مثلا چند ماه دیگه بشه، واکسن ها زیاد بشه، عده زیادی واکسن تزریق کنن، واکسن ها ما نشون بده که مفیده، مؤثر واقعا، حالا اون زمان میشه یه خورده بگیم که
این مراعات ها یکم ضعیفم بشه خیلی خطرناک، ولی الان تو شرایط فعلی بسیار خطرناکه، مخصوصا برای ایام نوروز ما. ما از همه خواهش میکنیم که نوروز خوبی داشته باشیم، برای هیچ خانواده ای نگذاریم خدای ناکرده خطری پیش بیاد، مرگ و میری پیش بیاد. این یک ضرورته. به همین دلیلم من خواهش میکنم از همه اونهایی که مراعات پایش و نظارت، مخصوصا نیروی انتظامی که خب حالا ایام تعطیلات معمولا اون نیرویی که تو تعطیلات پای کار و تو میدان هست نیروی انتظامی است، اینا پای کارن، تو خیابونن، نرس کنم که تو جاده ها هستن، همه جا حضور دارن، مراعات بیشتری ما بکنیم که ما بتونیم انشالله با مشکل کمتری عبور بکنیم. در مسئله واکسن هم آقای وزیر محترم آقای دکتر نمکی گزارش خوبی دادن که انشالله ظرف همین هفته جاری و هفته آینده ما با واکسن بیشتر و واکسیناسیون گسترده تری مواجه خواهیم بود. اونم میتونه اطمینان بخش باشه برای مردم. من یک گزارشی دیروز دیدم که ما در ستاد ملی 481 مصوبه داشتیم، 99% این مصوبه دقیقا اجرا شده و 1% هم در حال اجراست. خب این خیلی خوشحال کننده است، یعنی یک ستادی که به هر حال مسئول شده و این بار رو بر دوش گرفته. اولا از همه اعضا تشکر میکنم که ما هر هفته جلسه داشتیم، همه آمدن به هر حال جلسات ما، چون یکی از عزیزان یک نامه چند روز پیش به من نوشته بود که این جلسه شما یک خاصیتی هم داشت و اون این که همه سر وقت در جلسات حضور پیدا بکنن. او نوشته بود که من اکثر موارد رو دقت کردم، دیدم شما جلسات ستاد ملیتون درست سر اون دقیقه 9 که باز باید شروع بشه شروع میشه. و خب حالا به هر حال هم تلاش کردید، همه منظم در این جلسه حضور پیدا کردید، هم دلسوزانه حرف زدید، نماینده محترم قوه قضاییه، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی، از همگی من تشکر میکنم، سپاسگزاری میکنم. واقعا همه دلسوزانه اومدن، حرف زدن، بحث کردن و کمک کردن به ما و کار بزرگی الحمدلله انجام گرفت. قرارگاه که از وقتی که تشکیل شده به طور منظم جلسات هست و داره تلاش میکنه، از اونها هم تشکر و سپاسگزاری میکنم. خب ما در این یک سال ناچار شدیم یک مدل زندگی جدیدی رو انتخاب کنیم، چاره هم نداشتیم دیگه. حالا اولش خیلی برای مردم سخت بود که همه این دستورالعمل‌ها رو مراعات بکنن، بعد خب بسیاری از این دستورالعمل‌ها رو مردم دیدن لازمه، ضروریه، و الحمدلله یه مقدار زیادی با یک سبک زندگی جدیدی که ایجاد شده دارن مراعات میکنن. و گرچه سخته یه مقداری، گرچه یک شرایط نامانوسه که چیزی که ما همیشه در عمر باش عادت داشتیم کمی متفاوته، ولی خب چاره ای نبوده و همه تلاش ها البته باید بشه که ما در شرایطی قرار بگیریم که با ارتقای تحقیقات، با تولید واکسن های بهتر بتونیم شرایط رو عادی کنیم، ولی خب هنوز در دسترس نیست. ممکنه حالا در ماه های آینده به تدریج در دسترس قرار بگیره. خیلی هم نمیدونیم واکسن ها رو این گونه های جهش یافته چه کار میکنه، مداوم هم این گونه های جهش یافته تغییر میکنه. انشاءالله امیدواریم که همه اینها به گونه ای باشه که مردم ما با مشکلات کمتری مواجه باشه. من چند نکته میخوام بگم در پایان سال که مهمه. اولا این که مردم ما از آغاز این اپیدمی، البته خب حالا اون زمانی که ما متوجه شدیم پایان بهمن و اعلام شد، همه کشور یک مرجعیت واحد رو قبول کردن و این خیلی مهمه. یعنی وزارت بهداشت درمان، متخصصین، پزشکان صاحب نظر شدن مرجع. این خیلی مهمه. اگه مرجعیت تغییر میکرد، یعنی یه عده میگفتن آقا این پزشکا، یه عده میگفتن نه پزشکای خارج، یه عده میگفتن نه اونی که طب سنتی خونده، هم چه میدونم، هر کسی یه چیزی میگفت،
ما گرفتار می شدیم واقعا. مرجعیت واحد رو کشور قبول کرد، همه پذیرفتن و قبول کردن و در این راستا مقام معظم رهبری خیلی یاری کرد و کمک کرد. ایشون بارها تأکید کرد، برای همین ایام عید نوروز هم ایشون بیانشون این بود که اگر ستاد ممنوع کرد مردم همه گوش کنن و توجه کنن. خود ایشون هم شخصا خیلی دقیق همه پروتکل ها رو مراعات میکردن و همیشه هم توصیه میکردن. این همراهی و همدلی خیلی مؤثر بود در کشور و اگر این پایه و این ستون مهم نبود، این ساختمان بنیانگذاری نمیشد. واقعا بسیار ارزشمند بود. دوم اینکه به حمدالله علما و اندیشمندان و حوزه و مراجع و فرهیختگان ما نذاشتن علم و دین درست شه. یعنی علم همیشه با دینه، دین با علمه. علم چیزی نیست که از دین جدا باشه. دین ریشهش وحی خداونده، علم و دانش هم قانون و سنت های خداونده دیگه. کشف میکنیم ما در علم قانون و سنت الهی رو کشف میکنیم، کار دیگه نمیکنیم. بنابراین این دو نمیتونه از هم جدا باشه و الحمدلله حوزه های علمی، مراجع تقلید، علما، سخنبران همه یک صدا بودن و این خیلی ارزشمنده. اگر دو صدایی ایجاد میشد، مخصوصا تو ماه محرم، تو ماه رمضان، تو ماه رجب، ایام اعتکاف، چه میدونم همه مراسم و مناسک دینی که ما داریم، الحمدلله این همراهی و هماهنگی علم و دین خیلی به ما کمک کرد. مسئله سوم توان بالای شرکت‌های دانش بنیان ما بود. شرکت‌های دانش بنیان ما الحمدلله خیلی خوب به صحنه آمدن. یعنی از روز اول اگه بنا بود که ما مثلا برای ماسک مثلا N95 نمیدونم، ما برای ونتیلاتور نمیدونم، ما برای سی تی اسکن، ما برای قرص و دارو، شوینده، چه میدونم همه اینا که مورد نیاز ما هست، گان نمیدونم، هر چیز که مورد، اگه بنا بود اینا رو ما نیازمند به خارج میشدیم، ماست بینیم از یک کشور خارجی بینیم، چه بلایی سرمون بیامد. اولا نمیدادن، بعد با چه وضعی، با چه شرایطی، با چه قیمتی. حالا ما هم در حال تحریم بودیم، دست و بال ما باز نبود برای نقل و انتقال پود. الحمدلله شرکت‌های دانش بنیان به میدون آمدن، مراکز تولیدی در بخش دارو، در بخش تجهیزات خیلی کار کردن. واقعا ما برای در بحث اکسیژن سازها دچار مشکل نشدیم، اگر هم شدیم فوری تونستیم حل بکنیم. تو بحث این همه تختای بیمارستانی که لازم بود، شما دیدید تو این دو هفته اخیر در خوزستان یه هوی تحول بزرگ هم برای تخت معمولی هم برای تخت آی سی او رخ داد. این نشون میده که کار بسیار بزرگی همه بخش تولید، مخصوصا شرکت های دانش بنیان، کار بسیار عظیم و بزرگی رو انجام دادن. مسئله بعدی توانمندسازی بخش سلامت ما بود. بخش سلامت ما هم با مقررات، با شیوه، نحوه مراقبت، چه دارویی مفید، دنیا میدونید چقدر سرسده بود، آقا اون دارو بخورید خوب میشه، آقا اون دارو نخورید خوب نمیشه. خب اینا به طور مداوم در تحقیق مداوم بودن، در تحقیق مداوم هم به مردم گفتن که این داروها درمان این ویروس نیست، ولی حالا برای جاهایی ممکنه مؤثر باشه. بلا فاصله هم اون داروها رو در داخل ساختن و در اختیار مردم گذاشتن. خب کار بسیار بزرگی بود که انجام گرفت. خود کادر درمانم با شهامت و شجاعت و توانمندی وارد میدان شد، هم مهارت خودش نشون داد، هم فداکاری خودش رو، و الحمدلله خب خیلی ها از مرگ نجات پیدا کردن. اگه بیمارستان ها نبود، اگه تجهیزات ما نبود، اگه پزشکا نبودن، پرستارا نبودن، مدافعین سلامت نبود، آزمایشگاه ها نبود، تست نبود، همه این کارا شد. به هر حال همین تست PCR اگه ما نیاز به خارج داشتیم،
تست رپید اگه نیاز به خارج ما داشتیم. خب نمیشد واقعا اینا رو تهیه کرد، نمیشد به موقع آورد. بنابراین در کل، در اجرا، در عمل، در تولید، در تحقیق، در همه زمینه ها کار بزرگی کردن. در زمینه تحقیقات هم دانشمندان ایرانی ما در دوران همین کووید 19 تا کنون مقالات بسیار خوب ارزشمند نوشتن، به دنیا عرضه کردن. این بسیار مهم بود. مسئله دیگر، مسئله انسجام و هماهنگی همه قوا و نیروها در سراسر کشور بود. واقعا همه هم دیگر یاری کردن و کمک کردن. اگه بنا بود قوه مجریه یه حرف میزد، قوه مقننه یه جور دیگه میگفت، قوه قضاییه، واقعا همه هم دیگر یاری کردن. سه قوه در کنار هم قرار گرفتن. مصوبه شورای عالی امنیت ملی را همه احترام گذاشتن، چون تایید و امضای مقام معظم رهبری پاش بود. و خب همه هم دیگر کمک کردیم. یه روزی که لازم بود، شما دیدید سپاه و ارتش همه توان خودشون رو آوردن، به هر حال بیمارستان‌های خودشون رو در اختیار گذاشتن. همه تمام ارکان کشور از مردم عادی و غیر عادی همه در کنار هم ایستادند و فداکاری کردند. مخصوصاً باید از مردم ایران تشکر کرد. با فرهنگ بلندشون، با مراقبتشون، با یاری و تعاونشون، با کمک‌های مؤمنانه‌شون، خیلی مردم خوب به صحنه آمدن واقعاً. همدیگر رو کمک کردن، همدیگر رو یاری کردن. همین طرحایی که ایجاد شد، طرح شهید سلیمانی، در محلات فعال شدن، همه آمدن به در خونه ها رفتن، یکی نیاز به کمک داشت، یکی نیاز به مراقبت داشت، خیلی خوب کار شد. و من همیشه یاد این بزرگ سالها و مراکز سالمندان در واقع میفتم. این مراکز سالمندان خیلی تحسین برانگیزه، خیلی خوب کار کردن برای مراقبت اینا. تو بعضی از کشورها اصلا اینا رو رها کردن، گفتن اینا که اصلا حالا اینا مردن که مردن، ما بریم دنبال جوونا. اصلا یه همچین چیزی در مخیله کسی در ایران نیامد. با همه وجود این مراکز مختلف سالمندان رو، اینایی که معلولین بودن مراقبت کردن، الان هم به حمدالله در واکسن اینا جزو گروه های مقدم هستن و واکسیناسیون نسبت به اینها داره انجام میگیره. فرهنگ بلند ایرانی واقعا عظمت مردم و تکریمی که اینها نسبت به پدران خودشون کردن، نسبت به سالمندان خودشون کردن، بسیار ارزشمند و مهم بود. و در نهایت بسیج همگانی و عمومی که در کشور از روز اول جاری بوده، این بسیج همگانی الحمدلله امروز هم هست. یعنی هر جا هر چه لازم باشه، به محض اینکه مسئولین بگن، همه پای کارن، همه دارن تلاش میکنن، کوشش میکنن. من از همه تشکر میکنم، از بخش حمل و نقل کشورم تشکر میکنم، چون در اون روزهای سخت اولیه که خطر بیماری و ویروس و هیچ تعطیل نشد، یعنی جنسای ما از بندر، از گمرکات به داخل کشور، بخش‌های مختلف همه پای کار بودن و تلاش کردن و کوشش کردن. و به حمدالله ما با یاری همدیگر این یک سال و چند هفته رو گذراندیم. انشاءالله باید از تجربیاتمون استفاده کنیم برای سال آینده و کاری کنیم که انشاءالله در سال آینده با یک شرایط بهتری مردم بتونن با خطرات کمتری سال رو بگذرونن، تا روزی که ما از این ویروس به طور کامل در امان بمانیم، یک ایمنی جمعی مطمئنی در سراسر کشور به وجود بیاد. ممنون و متشکر از ملت بزرگ ایران و پیشاپیش سال جدید رو به همه تبریک میگیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.